پندار جان صدامو میشنوی؟ پندار نمیخوایی بچه رو ببری به گردونی؟ دوباره ببر، میخوام صدا ضبط کنم. نمیتونست وقتی بیرون بودم ضبط کنی؟ اگه میتونستم حتما میکردم. این تا کی قرار اونجا باشه؟ بابا چه دو هفته که برمیگرده ایران؟ نمیتونه میشه از ساحه بشه. چه همین که ببریش. حالا چه اشکالی داره سه به سک بستنی این حرفات باشه؟ اشکالی نه؟ ولی وقت داستانشو میگم. داستان چی؟ داستان سگ بیچاره‌ای که صاحبش از ترس باباش دادنش دوست به سرش نمیشه. از ترس باباش نیست، باباش نماز میخونه داره رعایت باباش. خب داستان سگ بیچاره رو میگم که صاحبش بابای مسلمان خوشت مذهبی داره که معتقد سگ نجسه، نمیشه تو خونه که سگ هست نماز خونه، برای همین سگ بیچاره رو دادنش دوست به سرش نمیشه. خانم کیخایی، در مورد خروج از ایران و تجربه مهاجرت شروع کار در کشور جدید به ما بگیم. خب اول اینو بگم که مهاجرت کلن خیلی سخته، یعنی من اتفاقا از اونایی نیستم که بگم وای چقدر خوبه همه چی، چقدر خوش میگذره، چقدر مهاجرت کار خوبیه. یعنی همیشه میگم بستگی به آدمش داره و برای من خیلی سخته مهاجرت، همچنانم هست، همچنانم سخته. و اینکه من صادقانه اولی که ما تصمیم گرفتیم بیایم، من هیچ وقت فکر نمیکردم من یه مهاجرم، فهم کردم من دارم میام یه تجربه جدیدی پیدا کنم و برگردم. ولی خب اینجوری شد که من مهاجر شدم و اینجا موندنی شدم و الان اینجا رو دوست دارم صادقانه. ولی خب واقعا سخته و همیشه دارم میگم چرا من، خیلی به هر حال بعضی وقتا به خودم میگم چرا من باید تو این دوره تاریخی به دنیا بیام که دور از کشور خودم باشم. مخصوصا برای هنرمند خیلی سخته که دور از خاک و ریشه‌های خودش باشه. خب این تجربه آسونی نیست برام، منتها قدردانم هستم که اینجام، چون اینجام یک امکاناتی به من داره میده که قطعا اگه ایران بودم نداشتم اون امکانات. اینجا با کارگردانی شروع کردین و بعد شروع به بازی کردین و نه تنها در کارهای با زبان فارسی که زبان مادرتون هست بازی کردین، در کارهای غیر فارسی زبان هم بازی کردین و از این تجربه میخوام بگین و اینکه با توجه به اینکه توی تئاتر شما مثل فیلم فرصت ضبط دوباره ندارین و روی صحنه هستید، دارید با یه زبان جدید بازی میکنید و باید یه تعادلی باشه بین بازی، بین صحبت کردن و همه اینها به زبان دیگه، این تجربه بازیگری به زبانی غیر از فارسی برای شما چطور بوده؟ من اولا راجع به اون بحث کارگردانی تو میگم که من کلن تو ایران کارگردانی رو شروع کردم، یعنی اصلا به خاطر اینکه دوست داشتم کارگردانی کنم رفتم فوق لیسانس، با اینکه لیسانسم بازیگری بود رفتم فوق لیسانس کارگردانی گرفتم که در واقع بتونم یه راهی باز کنم و شروع کنم به کارگردانی کردن. اینجا که اومدم به فارسی بازی میکردم، توی در واقع به فارسی البته بازی میکردم، ولی بعد به این نتیجه رسیدم اگر بخوام که کار غیر ایرانی یعنی انگلیسی به انگلیسی کار کنم بهتره که کارگردانی کنم، چون احساس میکنم هیچ جایی برای منی که اکسنت به این غلظت دارم و زبان دوممه نیست در اینجا. و ولی چون این مسئله منو خیلی رنج میداد، اولین کاری که کارگردانی کردم اتفاقا 4 تا بازیگر ایرانی آوردم، حالا بعضیشون بازیگر حالا نبودن بعضیشون بودن، ولی به هر حال آوردمشون که کار کنم و اونا خیلی دلشون میخواست که مثلا میتونستن خیلی یه جوری تلاش میکردن که بدون لهجه باشن. من گفتم اتفاقا من میخوام شما لهجه داشته باشین، ما داریم با همین لهجه تو این کشور زندگی میکنیم، خب چه اشکال داره داشته باشین. و فهم کنم که این حالا
در حال یه واقعیتیه که فکر می‌کنم اتفاق افتاد و بعد از اون خیلی این مسئله انجام شد که این بازی اومدن به با این همه اکسنت و لهجه شروع کردن بازی کردن و برای خود من جرأتش رو نداشتم و اصلا خودم دوست داشتم که اصلا سوای این جریان لهجه من همیشه دوست داشتم از یه سن دیگه بازی نکنم. کلن از تو ایرانم که بودم قبل از مهاجرت همیشه میگفتم من تا یه سنی بازی میکنم، از یه سنی دیگه بازیگری نخواهم کرد و دوستم که کارگردانی کنم. ولی بعد به هر حال بازیگری آدم رو همیشه وسوسه میکنه و اون اتفاقی که روی صحنه به عنوان بازیگر برای آدم میفته اتفاق بسیار جذابیه. اون تخلیه روحی و اون بر تجربه زندگی دیگری اتفاقیه که واقعا فقط تو بازیگری میفته، شاید تو کارگردانی وقتی تو کارگردان صرفی برای من شاید نیفتاد، میفته ها، ولی اونجوری مثل بازیگری شاید نیست. برای همین منشه اول خودم بازیگر میدونم و وقتی که شروع کردم به بازیگری با یه زبان دیگه، خب اولین کاری که به انگلیسی بازی کردم در واقع نمایشی بود که برای تجربه نیو کامرا بود، یعنی تازه واردین در واقع، خب پس توجیه میشد این اتفاق. ولی بعد اومدم کار بعدی که بازی کردم دیدم چه بازخورد خوبی گرفتم، اون اعتماد یه ذره به خودم جلب شد و اعتماد من فقط این نبود که من نمیتونم دیالوگا رو حفظ کنم، چون بازیگرم به هر حال دیالوگ رو میتونم حفظ کنم و بگم. احساس میکردم من باید فیل کنم، احساس کنم کلمه ای رو که میگم، نمیتونم بگمش اصلا. و یک مسئله دیگه ای هم که داشتم این بود که میرفتم کارهایی رو میدیدم که خود انگلیسی زبانایی که در واقع زبان اولشونه بازی میکردن، احساس میکنم همه رو متوجه میشم که چی میگن، اصرار ندارن که خیلی یه جوری حرف بزنن که ادا در بیارن، اتفاقا دارن میگن ما بیانمون خوبه دیگه، داریم به عنوان بازیگر تئاتر. ولی بچه هایی که مخصوصا ایرانی هم خواستن به زبان غیر ایرانی حرف بزنن، میگفتم چرا من اینا رو متوجه نمیشم، همش این ترسم داشتم. بعد فهم کردم خب پس میخوان لهجهشون رو پنهان کنن، چون این پنهان کردنه باعث میشد که من یه واکنشی داشته باشم. میگفتم تو هر کاری بکنی نمیتونی بگی که تو کانادایی هستی، همونطور که کانادایی یعنی یک انگلیسی زبان هر کاری کنه نمیتونه بیاد فارسی کاملا حرف بزنه. و وقتی که تصمیم گرفتم به انگلیسی بازی کنم، گفتم خب پس من همون جوری که فارسی حرف میزنم توی تئاترا که سعی میکنم حالا نمیدونم چقدر موفقم، سعی میکنم بیان خوبی داشته باشم، اگه همون کار رو تو انگلیسی هم بکنم به عنوان برای بیانم و سعی نکنم که خارجی بازی کنم به اصطلاح که نمیفهمم، پس شاید اینجوری بتونم راهی باز کنم. تجربه خیلی کار خیلی سختیه، اصلا نمیتونم بگم که کار آسونیه، اصلا بخش حفظ کردنش نه، چون مثلا اینکه خب فارسی هم سخته حفظ کردنش، تازه چه بسا شاید فارسی سختره برای من، چون همیشه کلمه های دیگه مخصوصا با نویسنده مثل محمد یعقوبی که بسیار حساس روی کلمه ها، روی که اضافی بگی، روی نمیدونم یه در اضافی بگی، نمیدونم به جای این اونو نگی اینجوری بگی، یعنی باید عین اون واژه رو چیز کنی. بعد برای فارسی خب تو هزاران آپشن میاد تو ذهنت چون زبان خودته، ولی انگلیسی خب همونو حفظ کردم دیگه. یعنی همونه، من همونو حفظ کردم، دقیقا عین متنو حفظ میکنم و تغییرش که نمیتونم بدم دیگه. و اون شاید حفظ کردنش حتی فارسی هم یه ذره سخت‌ترم باشه، اونش الان سخت نیست، ولی اینی که مثلا من احساس میکنم که شاید نتونم اون کانکشن رو برقرار کنم و اصلا فکر کنم که اینی که بخوام بگم نه دیگه من 10 تا کار مثلا انگلیسی زبان کردم عادی شده برام، نه اصلا هم چیزی امکان نداره. چون یک چیزایی توی خون آدمه، توی فرهنگ آدمه. مثلا من فکر نمی کنم هنوز بتونم بداهه انگلیسی کار کنم، چون یه چیزایی مثلا یک کلمه
شما مثلا توی عادی میشه بین مردم، مثلا از سریال های ایرانی آدم میگیره، از زندگی در ایران، از زندگی با ایرانی ها میگیره آدم و اونو میگه دیگه، همه میفهمن اون چی داره میگه و تو مثلا بداهه اونو میاری. ولی توی انگلیسی من اصلا تازه باید بیام بفهمم چی میگن تا بیام تو اون بستر قرار بگیرم از دست رفته لحظه. آره، اینی که داری میگی توی بارها ضبط میشه، سینما آسون‌تره، شاید میتونی کارش کنی از این نظر و اینا. تئاتر خیلی سخت‌تر. من هر بار که دارم کار میکنم با خودم میگم که این آخرین باریه که من به انگلیسی دارم بازی میکنم، و بعد میگم اصلا تو که دیگه دوست نداشتی بازی کنی از یه سنی، چرا اصلا رو حرف خود وای نمیستی؟ ولی بعد میبینم تماشاگرها میان، اصلا اون اتفاقه میفته، دوباره انجامش میدم. الانم میدونم که مشغول بازی توی کار جدید هستین، اشاره کردین که کار کردن با محمد یعقوب سخته و دارین با محمد یعقوبی کار میکنین. از کار اخیرتون بگین تا جایی که میتونین به ما، برای ما بگید که داستان چیه و اجرا کی هست که میتونیم ببینیم کارو. کار با محمد یعقوبی نگفتم سخته، گفتم محمد یعقوبی رو متناش خیلی سخت گیره. در واقع خیلی روی، میگم مثلا یه دونه که اضافه بگی میگه که ببینم متنمو، این که رو نداشت. میگم حالا من گفتم دیگه، ولی تو انگلیسی خب نمیتونم اون که رو بگم دیگه، چون همونو حفظ کردم، نمیاد برام که جایگزین. این بود مثلا. ولی آره، دارم با محمد یعقوبی کار میکنم. خب معلومه دیگه با هم داریم کار میکنیم و این یه نمایشی که به دو زبان قراره اجرا کنیم. انگلیسی، اسم انگلیسیش با فارسیش فرق داره ولی همون نمایشه. فارسیش تیمور لنگ، انگلیسی ایر ورم، و قراره فوریه 2024 در سالن در کروز تیتر اجرا بشه. و یکی از نقشاییه که و یکی از کارهاییه که به بودن درش کاملا افتخار میکنم و خیلی خوشبختم که دارم توش بازی میکنم و بیان ببینن مردم و فکر نمیکنم پشیمون بشن. باید تحقیق کنم ببینم توی قرآن چیزی در باره سگ هست یا نجس بودن سگا، یه ماش چرنده یا سگ و اسلام، عنوان خیلی خوبی برای قسمت. نباید این کارو بکنی مامان، نباید به اعتقاد مردم توهین کنی. به عقیده های احمقانه که باید توهین کرد. فاطمه پادکست تو گوش میده. چه خوبه. پس شاید صدام بلندتر کنه باباش هم بشنوه، بلکه هم باباش هم طرز فکر باباش عوض شه. نباید این کارو بکنی مامان، خواهش میکنم. من باید خودم سانسور کنم چون دوست دختر پادکست هم گوش میده. دارم بهت اولتیماتوم میدم مامان، دیگه خواهش نمی کنم ازت، میگم دربارش نباید حرف بزنیم. من برای حرفا ملاحظه هیچ کسا نمی کنم بچه جون. اگه دربارش حرف نزنم دلیلش نیست که ملاحظه تو رو کردم. مهم نیست برام دلیلش چیه، فقط دربارش نباید حرف بزنیم. بچه برام باید نباید نکنشه دیدی؟ به عنوان آخرین سوال میخوام یکم برگردم به فضای ایران و فضای سیاسی. شما جنبش ژینا رو چطور درک کردین به عنوان هنرمندی که خارج ایران بود و از طرفی به عنوان یک زن هنرمند، یک بازیگر که جزی از اون قشری بودید که جلوتر از بقیه هنرمندا کنار مردم ایستادن و کنشگری کردن و خیلی خیلی توجه جهان رو جلب کردن به اتفاقی که داشت توی ایران می افتاد؟ خب این انقلاب در واقع ژینا یا انقلاب زن زندگی آزادی، خب واقعا این انقلاب زنان است و مسلمه که شروعش خب خیلی دردناک بود. و ولی من همش یادمه که وقتی این اتفاق افتاد محمد همش میگفت این یه اتفاقی میفته، این یه چیزی خواهد شد. و نمیدونم، منم همین احساسو داشتم کاملا و که شد و جهانو متوجه کرد تا حدی البته. و البته اینم داشتیم که
خیلی هم شاید حمایت نکردن اینجا، در حالا من در کانادا دیدم. به عنوان یک کسی که خب من در کنار این جریان خودم میدونم ایستادم و افتخارم میکنم به این مسئله، فکر میکنم وظیفه من بود که این کارو بکنم، به خاطر اینکه وقتی میدیدم دارن آدم ها تو ایران این کارو میکنن، من در کشور امن نشستم نکنم، خیلی دیگه باید عجیب باشم که این کارو نکنم. کما اینکه بعضی ها شاید نکردن، اینجا هستن و دارن اینجا زندگی میکنن. من به اینا ایراد میگیرم، به اینایی که اینجا هستن و نمیکنن، به خاطر اینکه تو انتخاب کردی در کشور اینجا زندگی کنی، داری از امکانات اینجا استفاده میکنی، پس تو از ایران راضی نیستی که اینجایی، ولی حاضر نیستی موقعیت ایران رفتنت و خودت هم به خطر بندازی. من اینو نمیفهمم. ولی هنرمندای زنی که هنرمندایی که اصلا کلن مخصوصا هنرمندان خانومی که در ایران اومدن اعتراض کردن، واقعا باعث احترامن و آدم های عجیبی هن و شجاعن و واقعا نمیدونم یعنی چی بگم بهشون، واقعا باعث افتخارن. منتها من به عنوان کسی که خیلی وقت نیست شاید از ایران خارج شدم دیگه، اصلا کسانی رو که این کارو نمیکنن و نمیگم چرا نکردید، این بچه هایی که تو ایرانن و من دارم حرف میزنم، من حق ندارم از نظر عقیده کیخایی دارم میگم، شاید کسی با عقیده من مخالف باشه، حالا قابل احترام، من حق ندارم با عنوان کسی که اینجام بیام بگم تو چرا این کارو نمیکنی، تو چرا کار میکنی اونجا. من نمیتونم اینو بگم. اونایی که دارن این کار میکنن شجاعن، واقعا شجاعین، ولی اونایی که نمیکنین میترسین، حقم دارین بترسین، چون ترسناک اتفاقایی که تو ایران داره میفته. و ولی کسایی که اینجان و میدونمم که مخالفن ولی میترسن انجام بدن رو اصلا نمیفهمم. در واقع کسایی که منظورم مردم که مثلا به هیچی کار ندارن و اینا نیستن، منظورم ها یعنی میدونم که طرف مخالفه، امکاناتشو داره اینجا استفاده میکنه، ولی حاضرم نیست که کاری بکنه به خاطر اینکه موقعیتش مثلا حالا سالیه بار ایران رفتنش به خطر بیاد. اونا رو من نمیفهمم واقعا. ولی میگم زنان ایران، مردم ایران، هنرمندا، بچهای سینما، تئاتر، همه دوستای منن. اگر انجام میدن کاری، الان دارن کار میکنن، چی کار کنن؟ کار نکنن؟ شغلشونه. میفهمم که شاید مثلا اگه بتونن کاری نکنن بهتره، کما اینکه خیلی هاشون دارن نمیکنن واقعا. من میدونم سال یک ساله که الان یک سال خورده که دارن کاری نمیکنن و دارن سختی میکشن، ولی چی کار کنن؟ اونایی که اونجان من نمیتونم بهشون ایرادی بگیرم، چون خودم ایران زندگی کردم و میدونم چقدر ممکنه ترسناک باشه، کما اینکه همه میگن الان خیلی ترسناک تره. اونی که انجام میده واقعا دمش گرم، شجاعه، من بهش احترام میذارم. ولی اونی که انجام نمیدارم، من آیده کیخایی که اینجا دارم زندگی میکنم حق ندارم راجبش نظر بدم و براش تکلیف تعیین کنم. من میدونم ایران چه خبره. مگه میشه ندونم چه خبره اونجا؟ آره تو اخبار میبینی اونجا چه خبره، ولی با مشکلاتی که در دیگه هم بودی و نیستی حسش رو نمیکنی. آزادی برای یکی مثل که اونجا بزرگ شده مفهوم روشن و مشخصه، خیلی فرق داره با مفهوم آزادی برای مردم ایران، برای من که با بدبختی ایران زندگی کردم، برای مردم که هنوز دارم با بدبختی اونجا زندگی کنم. مشکلت اینه که به آزادی در اینجا عادت کردی و غلط دانش هستی، همیشه شد گذار باشو قدردان داری اینجا نفس میشه. دیگه هم واسه من درباره آزادی بالای منبر نروش،